اختلال گرها با عجله دویدم تو خونه هیچ کس اونجا نبود یه راست رفتم تو مطبخ یه قوطی حلبی خالی حلواشکری با یه تکه چوب برداشتم رفتم بالای تنور رو شروع کردم به تراشیدن دوده ها دلم شور میزد دستم سیاه شده بود دوده ها مثل دونه های برف از دور جعبه پایین میریختن از اینکه یه وقت سر و کله مادرم پیدا بشه و از دیدن اون و از دادش به هوا بره میترسیدم تند و تند در حالی که یه چشمم به در بود و چشم دیگم به بدنه سیاه و دود زده تنور کارم و ادامه می دادم. دستام حسابی یخ کرده بود و بازوام از خستگی دیگه رمق نداشت. پنجه هامو جلوی دهنم گرفتم و ها کردم تا قدری گرم بشم. فکر برم داشت و با خودم گفتم ولی اگه پدر بیاد نمیدونستم پدر کجا رفته ولی مادرم به مسجد رفته بود و دیگه باید پیداش میشد. دوباره کارمو از سر گرفتم صدای نفس نفس زدنم که بلند شد به جعبه نگاه کردم پر از دوده بود از رو تنور پایین اومدم و جارو رو برداشتم و اطراف تنور رو حسابی جارو زدم تا وقتی مادرم اومد از موضوع بویی نبره بعد دویدم تو حیات چشمم به دنبال این بود که یه قوطی دیگه پیدا کنم اما بی نتیجه بود دوباره برگشتم تو مطبخ دلم شور میزد هر لحظه ممکن بود مادرم بیاد و اون وقت همه چیز تموم بشه یه دفعه چشمم افتاد به یه قوطی شیر خشک اول خیال کردم پر از شکره ولی وقتی کمی از چیزای توی اون رو چشیدم دیدم شوره نمک رو توی کاسه خالی کردم و کمی از دوده رو ریختم تو قوطی بعد کوزه آب و کچ کردم روی اون دوده ها که روی آب اومدن چوبو برداشتم و شروع کردم به هم زدن اون و اونقدر این کار رو ادامه دادم تا دستام خسته شد از مطبخ اومدم بیرون مادرم هنوز نیمده بود تون سرما فقط چند تا گنجیشک رو زمین پای درختان نک می زدن تا شکم گرستنشون رو سیر کنن خورشیدم با بیحالی تو آسمون لابلای تکه های عبر قایم باشک بازی می کرد یه دفعه صدای در بلند شد مثل تیر دویدم تو مطبخ و با دست باچگی قوطی رو تو تنور گذاشتم یه نفر صدا میزد صدا به گوشم آشنا بود تو حیات رو نگاه کردم مسعود بود همین که منو دید گفت آی حسین بیا بریم بازی بچه ها تو زمین منتظرن خواستم قضیه رو براش بگم ولی حرفای روز قبل پدر تو گوشم پیچید ببینم پسرم حرفایی رو که شیخ مرتزا خونه دایید زد شنیدی؟ به خاطرم اومد که محکم جواب داده بودم بله پدر گفته بود آها این حرفا رو نشنیده بگیر انگار شیخ اصلا به خونه دایید نیومده این حرفا شوخی بردار نیست به هر کسی نمیشه گفت اونها رو جایی به زبون نیاری یا؟ رفتم تو فکر رو با خودم گفتم مسعود از بهترین دوستامه ولی زبونم لال اگه یه وقت سر موضوعی حرفمون شد و شیطون قفل زبونشو باز کرد چی؟ اون وقت همه همون یه راست میریم زندو مادر بیچاره خواهرم همه همونو میبرن تو سیاه و اونطور که شیخ میگفت ناخونه همونو میکشن میخ تو سر پدرم میکوبن مگه سواکیات دلشون به حال من و پدرم میسوزه مگه به این زودی ها؟ دوباره صدای مسعود بلند شد چیه؟ حواست کجاست؟ چرا نمی آی? سرمو بلند کردم و گفتم هیچی نمیام کار دارم حرسش در اومد چند قدم جلوتر اومد و پرسید ای بابا چی کار داری؟ مگه صبح نرفتی صحرا درس و مشقم که نداری با بیحسلی جواب دادم میدونی حالشو ندارم سرم گیج میره مسعود که از حرف من عصبانی شده بود گفت خیلی بد قولی بچه ها منتظرم نمیدونستم چه کار کنم بالاخره وقتی دیدم دست از سرم بر نمیداره گفتم تو برو منم پشت سرت میام مسعود راه افتاد به طرف در حیات و گفت پس سود بیا درو که بست دویدم تو مطبخ قلبم به تندی میزد خم شدم و قوطی دوده رو از تنور بیرون آوردم و چوب و دوباره توی اون چرخوندم هنوز دوده ها راحت و بیخیار رو آب خوابیده بودن انگار نمیخواستن تو آب حل بشن لجم گرفته بود رفتم سراغ گنجه که کنار تنور بود دستم و تو گنجه چرخوندم ولی مثل اینکه که قوطی شامپو آب شده بود و رفته بود تو زمین نبود که نبود عرق سردی رو بدنم نشست یه پیت نف گذاشتم زیر پام و تو گنجه رو خوب وارسی کردم قوطی شامپو مثل لاک پشت پنج شده بود تای گنجه اونو برداشتم و پریدم پایی قوطی شیر خشک رو ظرف پلاستیکی شامپو کش کردم چند قطره آب سیاه ریخت تو قوطی شامپو و بقیهشم از اطراف سرازیر شد دهنه قوطی شامپو تنگ بود فکر کردم که با این حساب تمام آبدوده ها رو زمین می ریزه. از پشت پیت نفت قیف و برداشتم و بقیه آبدوده ها رو هم خالی کردم. کار خیلی خوب پیش رفت. دیگه سردی هوا از رو دستان بلند شده بود. برای اینکه هیچ رد پای جا نذارم قوطی شیر خشک رو شستم و خوش کردم و نمکار رو ریختم سر جاش. در گنجه رو هم بستم. اون وقت دهنه قوطی شامپو رو کمی با نایلون بستم و دور اونو محکم با نخ پیچیدم و گره زدم بعدم گذاشتمش تو تنور کنار دیواری ایستادم و به مطبخ نگاه کردم همه چیز مثل اول بود از شادی میخواستم پرواز کنم دیگه باید منتظر شب میشدم بیرون اومدم و به آسمون نگاه کردم خورشید آروم آروم میرفت و خودش کشون کشون به پشت کوه ها برسونه داد زدم آقای خورشید تندتر برو تندتر از خونه بیرون اومدم مادرم تازه از راه رسیده بود جلومو گرفت و گفت ببینم کجا میری گفتم دارم میرم پیش دوستام بعدم مادر ازم قول گرفت که زود به خونه برگردم برای اینکه دروغ نگفته باشم رفتم سراغ بچه ها گرم بازی بودن هرچی گفتن بیا بازی بهانه آوردم که نه بازی شما رو به هم نمی برای اینکه وقت زودتر بگذره و ببینم اوضاع از چه قراره تصمیم گرفتم برم مسجد از بچه ها دور شدم از کنار خونمونم گذشتم پیش خودم فکر می کردم یعنی موفق میشم بعد به خودم دلداری می بله حتما موفق میشم همونطور که خدا کمکم کرد تا وسیلش رو جور کنم خودشم بقیهش رو درست میکنه به پاسگاه که نگاه کردم به خودم اومدم دو تا با صورت ها و بینی از سرما سرخ شده وسط جاده قدم می زدن. من که از کنارشون گذشتم نگام کردم اونقدر که فکر کردم همه چیزو فهمیدن قلبم تاپ تاپ شروع کرد زدن ولی وقتی سرشون رو نزدیک هم کردن و گرم حرف زدن شدن نفسی به راحتی کشیدم و به طرف مسجد به راه دم در مسجد خلوت بود فقط چند تا جوان اون طرفتر با هم حرف میزدند و یه می بخیار رفتم تو مسجد چند تا پیره مرد گوشه ای نشسته بودن صداشون رو به راحتی میشنیدم میدونی ما شدی جواد میترسم مثل قضیه مصدق باشه و همون بازی یکی دیگه صداش در اومد که نه کرم علی این دفعه فرق داره داد همه در اومده پیمونم که پر شد سر میره دیگه بعد یکی پرسید ولی اینجا که انگار آب از آب تکون نخورده نمیدونم چرا جواب شنید سب کن هم اینجا رو هم میبینی نمیشه که بیگدار به آب زد مردم میترسن از مسجد بیرون اومدم و خودم رو به خونه رسوندم نمیدونستم چه وقت باید کارو شروع کنم حرفایی که تو مسجد شنیده بودم به یادم اومد. اینجا انگار آب از آب تکون نخورده نمیدونم چرا نمیشه بیگدار به آب زد سرمو به آسمون بلند کردم و از خدا خواستم که کمکم کنه یه دفعه صدای در خونمون بلند شد مشادی قدرت مثل همیشه یا الله گفت و با قدم بلندی که بر می داشت اومد تو اتاق مادرم براش چایی ریخت یه نفس چای و سر کشید و شروع کرد به حرف زدن فردا میخوام برم شهر گفتم سری به اینجا بزنم نکنه کاری داشته باشید پدرم آروم گفت مگه دوکن و بازار بازه مشادی قدرت خندید و گفت چرا بسته باشه فردا که جمعه نیست پدرم آهسته گفت شنیدم مردم دکوناشونو باز نمیکنن اداره ایام سر کار نمیره هر روز مردم میرزن تو خیابونها و به شاو و دار و دستش بد میگن دیگه حوصلم سر رفته بود اول فکر کردم که اون شب رو دست نگه دارم و فردا شب کارو شروع کنم ولی نمیتونستم صبر کنم دیگه طاقتم تموم شده بود آهسته از جام بلند شدم و رفتم بیرون به اختیار رفتم تو مطبخ قوطی شامپو رو برداشتم و پاورچین پاورچین از جلوی اتاق گذشتم صدای پدرم رو شنیدم که میگفت دلم میخواد زنده باشم و ببینم که مردم چطور شاه رو بیرون میکنن اومدم تو کوچه به اختیار جلو میرفتم اونقدر رفتم که یه دفعه خودم رو جلو دیوارای بلند و کاهگلی پاسگاه دیدم خودم و کنار دیوار کشوندم صدای خفه پوتین سربازا که رو زمین خاکی میخورد با پچ, پچ حرفاشون قاطی میشد به آسمون نگاه کردم هوا ابری بود و سرما تن آدم و دیگه وقتش بود با سر خودکار نایلون روی در قوطی شامپو رو سوراخ کردم و به اطراف خیره شدم همه چیز آروم بود مقابل دیوار ایستادم و قوطی شامپو فشار دادم و نوشتم مرگ بر شاه تو تاریکی نتونستم اونو بخونم از خوشحالی عرق کرده بودم میخواستم به خونه برگردم ولی اون یه خیلی کم بود میبایست رو دیوار مسجدم مینوشتم از کوچه پشت پاسگاه گذشتم و تا جلوی مسجد یه نفس دویدم خسته شده بودم تاریکی مثل دیواری بلند جلوی روم قد کشیده بود یه دفعه صدایی منو به خودم آورد اگه بخوام همینطور کنار گود بیستیم و نگاه کنیم که کار درست نمیشه و کسی بهش جواب داد خب اومدیم و رفتیم تو گود تنهایی که نمیشه زودی دستگیرمون میکنن و تموم میشه باید مردم رو به حرکت در آورد و صداش آرومتر شد تا فردا صبر میکنیم شاید خدا کمکی کرد میخواستم به خونه برم اما وقتی به قوطی نگاه کردم پشیمون شدم برگشتم و برای نوشتن آماده شدم ولی دیگه چیزی تو قوطی نمونده بود راه افتادم طرف نهر آب قوطی رو پر از آب کردم و تکون دادم دیگه صدای حرف نمی اومد خیالم راحت تر شده بود رو دیوار نوشتم درود بر خامه ای بازم نتونستم اونو بخونم را افتادم و نفهمیدم چطور به خونه رسیدم فردا صبح سربازا با توفنگای درازشون اومدن دنبال پدرم و اونو به پاسگاه بردن من بند دلم پاره شد دیگه نمیتونستم یه جا آروم بگیرم دنبال پدرم راه افتادم رئیس پاسگاه اوقاتش خیلی تلخ بود رو به پدرم کرد و پرسید تو همسایه پاسگاه هستی دیشب کسی رو ندیدی که رو دیوار شعار بنویسه پدرم جواب داد نه سرکار به جون شما هیچ کسو ندیدم رئیس پاسکا به عقب برگشت و گفت اخلالگرا رو میگم اونا رو نمیشناسی؟ پدرم به تندی گفت نه سرکار به جون شما رئیس پاسکا حرفش برید و با عصبانیت گفت آها اه پس خودت نوشتی پدرم جواب داد به جون سرکار بنده اصلا سواد ندارم چند نفری که اونجا ایستاده بودن و به رئیس پاسکا نگاه میکردن زدن زیر خنده سربازام خندیدن رئیس پاسکا عصبانی شد و داد زد ساکت خفه خون بگیرید سربازا سرجا خشکشون زد و خنده رو لباشون یخ بست از پاسکا بیرون اومدیم خوشحال بودن به میدون ده رفتن مردم جمع شده بودن و درباره شعاری که رو دیوار مسجد و پاسکا نوشته شده بود حرف میزدن مسعود به طرفم اومد سلام کردم اون بلافاصله پرسید خبر رو فهمیدی؟ پرسیدم چه خبری رو؟ گفت نوشتن مرگ بر شاه رو گفتم پس ما میتونیم به همین خاطر یه بازی حسابی بکنیم یه فوتبال مسعود اخم کرد و وسط حرفم پرید و گفت یعنی تو نمیای پرسیدم کجا جواب داد تظاهرات مگه نمیبینی که مردم همه جمع شدن میخوان شعار بدن و برن جلوی مسجد تا رئیس پاسگاه بفهمه که دیگه مردم از اون نمیترسن مثل برق گرفته ها شده بودم خوشحالی تو دلم موج میزد پرسیدم پس چرا معطلی مسجد رو نشون داد و گفت سب کن بلنگو رو بیارن میخوایم دل دار و دسته شاه رو به لرزه بندازیم بلنگو رو که آوردن راه افتادیم رئیس پاسگاه مثل موش کنار مامورای تفنگ به دوش ایستاده بود و جمعیت رو نگاه میکرد طوری اخ کرده بود که گفتم الان که صدای گریش به آسمون بلند شد